بزرت هشم مورنینگ موسار گفتاری از شلما هملخ میشله امثال سلیمان پرک یودزین فصل 17 هم مصرف لکسف و کور لزهاب و بحن لبوت میگه هر چیزی در این دنیا شلما هملخ میگه یک وسیله تصفیه و وسیله تشخیص داره. تشخیص هر چیزی بنابر چیه؟ بنابر خالصیت پاکیشه. شما میخواید ببینی که جنس این پارچه چیه؟ میبینین جنس پارچه چقدر خالص، پاک، محکم، حقیقی. درست؟ هر چیزی شما بخواید بر حسب چی میسنجی؟ بر حسب حقیقی بودن، حقیقت، پاکیش، خالصیش. به معنی اینکه یک ذره ناخالصی قاطی شد دیگه درجه اون موضوع در نظر ما پایین‌تر میاد. حتی طلا هم شما آلیاژ بخوای آهنها فلزهای دیگه باش قاطی بکنیم ارزش طلا پایین میاد. نقره، هر چیزی، آرد، هر چیزی رو شما ناخالصی قاطیش بکنیم ارزشش پایین میاد. همینطور هم ما انسان ها ناخالصی قاطیمون بشه ارزشمون پایین میاد. اما هر چقدر خالصتر باشیم، پاکتر باشیم، اهمیت و ارزشمون بیشتر. چرا بچه ها این همه دوست داشتنی هستن موقع که کوچیکن؟ چون حقیقی هن. چون تزویر، ریا، تظاهر درشون نیست، حقیقی هست. و راستش رو بخواید افرادی هم که حقیقی هست تزویر و ریا درشون نیست، رو راستن، یک و یک رنگ هستن، ناخالصی ندارن، اینها هم ارزششون در نظر مردم چیه؟ بیشتره. تا اینکه طرف به عبری میگن حنیفوت، حنفانیم، چاپلوسی، ظاهرسازی بخواد بکنه ولی در قلبش جوری دیگه احساس داره. پس شلما هملخ میگه ببین میخوای ارزشتو حفظ بکنیم ناخالصی ها از خودت دور کن. لازم نیست که حتما مشهور بشی، شهرت به دست بیاری، جلب توجه بکنی تا ارزش و مقام به دست بیاری. اتفاقا پاکی تو بیشتر بکن، خودت باش، نخواه کسی دیگه باشی، نخواه ظاهر سازی و نمایش بازی بکن، خودت باش. هرچقدر حقیقی تر باشی اهمیت و ارزشت چیه؟ بیشتره. و شلما هملخ میگه فراموش نکن همونطور که برای کسف، برای نقره، موقعی که میخوان ببینن که چقدر خالصه یا ناخالصیشو دور بکنن، چطوری کسف نقره رو تصفیه میکنن، ناخالصی ازش دور میکنن، با آتیش مصرف بهش میگن. میگه یک شعله آتیشی در کنار نقره قرار میدن، این نقره گداخته میشه و حقیقت بودنش معلوم میشه که تا این آلیاژش تا چند درصد نقره است، تا چند درصدش مس یا دیگر چیز هست. میگه همینطور هم طلا، طلا هم زرگرا
برای اینکه ببینن چقدر خالصه آبش میکنن. موقعی که آب شد دیگه فقط اون مقدار طلای حقیقی که درشه معلوم میشه، بقیهش که آلیاژ یا فلزای دیگه است یا مسه چی میشه؟ محو میشه یا کنار میره یا معلوم میشه. میگه اگر برای طلا و نقره وسیله هست که آدم خالصی و حقیقتش رو به دست بیاره، آیا برای من و شما چه وسیله هست که حقیقی بودن ما معلوم بشه؟ شلما هملق میگه دانایی و عقل انسان گواهی به پاکی و حقیقی بودن انسان نیست. پس چه چیزی گواهی به حقیقی بودن انسانه؟ میگه قلبت، احساس. و احساس انسان بیش از این که ما فکر کنیم روی دانش و عقل ما تسلط داره. شما فکر میکنین چند درصد دکترا پزشکان قبول دارن که سیگار برای سلامتی مضره؟ چند درصد فکر میکنید؟ 100% دکترا قبول دارن. اما چند درصد خود دکترا سیگاری هستن؟ شما میبینید پزشکانی که سیگاری هن، تو که خودت تو طبی تو پزشکی هستی میدونی که مضره. احساس، هوا و هوس، کشش، قلب، روی عقل، روی دانش، روی منطق، روی اطلاع و دانشی که شخص داره چکار میکنه؟ تسلط داره. چقدر از نصیحتهایی که ما نصیحتهای پدرانه به بچه‌مون میکنیم اما خودمون همون اشتباهو چکار میکنیم؟ تو زندگی تکرار میکنیم. موقعی که میرسه میگیم آقا توی که خودت هم همین حرف و همین کارو میکنی، چرا از بچه‌ت عیب و ایراد میگیری؟ میگی نه آقا بچه از کوچیکی باید بدونه. خود تو که به این بزرگی هستی چی؟ احساس ما روی دانایی ما و دانش ما چکار میکنه؟ تأثیر میذاره. پس شلما هملق میگه میخواید زندگی حقیقی داشته باشی، حواست به احساست باشه، حواست به قلبت باشه که تو رو در چان اندازه، به عنوان یه نقاب، به عنوان یه ماسک، به عنوان یک ظاهر، جلوه دیگر از خودت نشون ندی. خودت باش، حقیقی بودنت. چیزی آزارت میده بگو، چیزی خوشحالت میکنه بگو، چیزی تو رو غمگین میکنه بگو، چیزی خودت تو رو شاد میکنه بگو. این که انسان جلوی احساسش رو نگیره، بگذار احساسش کاملا خودش رو بروز بده، احساسش رو سرکوب نکنه، احساسش رو خفه نکنه، در درون اسیر نکنه. چون اون موقع است که نمیدونه که واقعا راه حل چیه، قدم بعدی چیه، هدفش چیه. و هر چقدر بیمار بیشتر بیماریشو با دکتر در میون بگذاره، دکتر بهتر میتونه درمان رو پیدا بکنه. اما هر چقدر هاشا بکنه بگه نه خدا شکر یه سلفه بود، یه عدسه بود، یه پادر بود، یه دهن، یه چشتر بود، فقط بیاد سرسری بگیره، هاشا بکنه، مخفی بکنه، نخواد بگه که بله شب تا صبح نخوابید، خوابش نبرد الاخر، دکتر میگه خب پس همچی اوکی؟ میگه آره چیزه. و نمیتونه به اون صورت کمکش بکنه. و یکی از طریقهایی که انسان تفیلاش در درگاه خداوند بهترین طریقه قبول میشه اینه که کاملا سفره قلبشو با خداوند در میون بگذاره، مدیتیش، راز و نیاز کامل و حقیقی با خداوند. آره خداوند میدونم تقصیر من بود، میدونم که اشتباه من بود، میدونم که اونجا چیکار کنم دیگه عادت کردم الاخر. خوب بی ریا سینسیر با خداوند صحبت بکنه. میگه کسی که ارتباطش با خداوند حقیقیه
جواب حقیقی هم میگیری. تو خودتو در برابر خداوند کاملا فاش کردی، پنهان نکردی، خداوندم جواب رو به خوبی برای تو فاش میکنه که خودت متوجه میشی، جواب رو در میابی. چرا؟ چون خودت بودی. پس شلوم ملک میگه ببین، فکر نکن هر چیزی رو میتونی در قلبت پنهان بکنی. بالاخره هر کسی یا تو خونه یا تو آفیس یا تو زندگیش یک گاف صندوق داره که سری مدارک، پول، ثروت، هر چیزی هست و اونجا دور از چشم همه یا حتی بچه ها قایم میکنه. میگه همینطورم انسان قلبشو کرده استوریج، کرده گاف صندوقش. هر احساسی رو که نمیخواد و نمیتونه به زبون بیاره تو قلبش بایگانی میکنه. برای 20 سال، 30 سال، از 40 سال پیش هنوز یه سری مدارک و خاطرات هنوز تو قلبش بایگانی شده. در واقع حقیقت رو بهتون میگم، بعض موقع آدم حتی خودداری میکنه که بخواد به کسی بگه که حق با توه، به کسی بگه که دوستت دارم، به کسی بگه که تو زندگی من تو چقدر مهمی. سعی میکنه همه چیزو مثل این که نه مگه چیه، خودم هم میتونستم، مگه اون فلان، جوری جلوه بده که انگار طرف تو زندگی این یا هیچ نوع احساسی بینشون نیست. آقا بگو که دوستش داری، بگو که واقعا تا الانم تو زندگی چقدر کمکت بوده، بدون اون نمیتونستی. خودتو فاش کن، احساستو ابراز کن. چرا فقط موقعی که 2 ساعت 1 دقیقه دیر میاد زودی تو هول میفتی و زنگ میزنی کجایی؟ موقعی هم که هست کیفشو بکن، احساستو بروز بده، بگو خیلی ممنون تا الانم با هم بودیم، با همیم. از غرورمون بیاریم پایین. میگه دانش خیلی از احساس ها رو انسان تو قلبش بایگانی میکنه، گاف صندوق کرده که فقط خودش میدونه که واقعا چه احساسی، چه خاطره‌ای، چه نظری در مورد اطرافیان یا حتی خداوند داره. خداوند میگه ببین زیاد خودتو خسته نکن. شلمو هملخ میگه خودتو خسته نکن، همونطور که آتش میتونه طلای ناب رو خالص رو به ما نمایان بکنه و ناخالصیش معلوم میشه، او بوهن لیبوت هشم، خداوندم از تمام احساسات قلبی ما با خبره. پس فکر نکن که یه جای سیف پیدا کردی، دسترسی هیچ کسی نداره، خودتی و خودت، هرچی از اونجا بین خودته. نه، دقیقا رفتی توی اتاق فرمان، همه چی اونجا به خداوند گالوی و یادوه، آشکار و واضحه که داری چی فکر میکنی، چی احساسی داری، نظرت چیه، قصدت چیه، نیتت چیه، هدفت چیه. حتی انسان آلف بت هم بخونه، آلف بت، اما با نیت پاک بخونه، خداوند میگه من نیت پاکه رو قبول دارم، چیزی که تو قلبته رو من میبینم. چون خداوند مانند یه پزشک فقط کاری به ظاهر نداره، اول به ظاهر نگاه میکنه، ولی اصل کار پزشک به درونه، ضربان قلب، چکاپ خون، الی آخر، با توی ما کار داره، نه فقط با بیرون. اوکی بیرون یه ذره میبینه آیا رنگ رومون چطوره اینا، ولی اصلش با درون ما کار داره. و درمانم کجاست؟ درمانم درون ماست، قرص یا هر چیزی که هست درون عمل میکنه، نه فقط به ظاهر. پس خداوند میگه او بوهن لیبوت هشم، شلمو هملخ میگه فکر نکنه هر چیزی تو قلبت قائم کردی بین خودته، اتفاقا تازه بیشتر داری به خداوند آشکار میکنی، چون خداوند از تمام احساس قلبی ما با خبره. شما دیدین تو این
اداره پلیس موقعی که از یه نفر میخوان بازخواست بکنن، اینتریگیت بکنن، طرفو میذارن تو اونجا با یه طرف که ازش بازخواست بکنه. کی دیگه داره اونجا صحبت اینا رو میشنوه؟ پشت شیشه قشنگ وایسادن یا حتی بلنگو دارن تمام صحبت ها رو. این طرف فکر میکنه که فقط خودشو و طرف، یه ذره میگه بین خودمونه بگو، اعتراف ازش میگیرن، ولی همش داره ضبط میشه، پشت شیشه داره همه میبینن. خداوندم میگه چیزی که تو قلبت نگه داری در واقع مثل این که با من در میون گذاشتی. I see it. به طور کامل من دارم میبینم که چطور احساسی داری. در نتیجه میگه یکی از خصوصیات اشخاص یا یه شخص صدیق چیه؟ تخوک بارو، یعنی یه روی رنگ، یه دل و یه زبون، هرچی تو قلبته همونم تو زبونته. دقیقا طرف نگاه میکنه به ما، اگر بدمون میاد میدونه که پس حقیقیه. در مورد برادران یوسف میگن، برادران یوسف یه خصوصیت خوبی که داشتن توی تورا در موردش صحبت میکنه چیه؟ میگه موقعی که دیدن یوسف یه مقدار رفتارش مشکوک به نظر میرسه و انگار بر ضد اون عمل میکنه، احتمال خطری هست. مخصوصا با خوابهایی که میاد، میگه مخصوصا پدری که باش براش لباس که تونت پسین تایه دیده تا این حد داره هی نظر همه رو به خودش جلب میکنه، یک تعریفی از برادرها هم اونجا میکنه توی پاسخ. میگه چی؟ تعریف برادرها چی بود تو پاسخ؟ لو یخلو دبرو لشالوم. میگه برادرها دیگه از اون موقع نتونستن با صلح با یوسف صحبت بکنن. این چه تعریفیه؟ میگه اتفاقا این بالاترین تعریفه که خودشونو نشون دادن، به ظاهر نخندیدن و در درون کینه بورزن، کاملا خودشونو نشون دادن که آقا این رفتار تو باب مزاج ما نیست، ما یه ذره از کار تو دلخوریم. خودشون نشون داد، برادرانشون دادن. لو یخلو دبرول شالوم، با بی‌اعتنایی، با سرسنگینی فهمیدن که با اخمتم فهمید یوسف که بابا انگار اینا از من دلخورن. میگه این تعریف برادرها بود که احساسشون رو در خودشون خفه نکردن، پنهان نکردن، کاملا آشکار. چون در قلب برادرشون یوسف رو کینه ورزیدن، در ظاهر هم نشون دادن. و اینیه که یوسف، یعقوب به خداوند تفیلا میخونه، میگه خداوند ها حتیلنی نا میاد آحی میاد اصاب، من رو از دست برادرم، از دست اصاب نجات بده. مگه ما نمیدونیم اصاب برادر یعقوبه؟ منظور یعقوب خداوند اینه. موقعی که اصاب اصاب وارانه، دشمن وارانه میاد در پیش من، میدونم حواسم هست که مواظب باشم. اما موقعی که عصاب برادر وارانه میاد، حتیلنی نام میاد آخی میاد عصاب، و امکان داره که بخواد منو گول بزنه و از پشت خنجر بزنه، میگم خداوند در اون مورد منو نجات بده. این که حواسم نباشه گول ظاهرشو بخورم که چقدر محبت داره، دعوت کرد، خندید، تبریک گفت الی آخر، ولی نگو نقشه ای داره، اونو من میخوام مواظب باشم که دشمن دوست نماس، دشمن دشمن نما نیست. پس شر معامله با اینجا نتیجه میگیریم که میگه چی؟ میگه نگاه کن، قبل از اینکه خداوند ببینه رفتار ما در زندگی چیه، نگاه میکنه به احساس قلبیمون.
او بوحن لیبوت هشه. و در گمارا میگه رحمان و لیبابایی، که هشم قلب ما رو میبینه، درون ما، نه فقط فقط ظاهر ما، درون ما. پس تا اونجایی که میتونیم راست شو بخواید چیزی رو در قلبمون پنهان نکنیم، چون فورا در نظر خداوند چی میشه؟ آشکار میشه. و خداوند همونطور که گفتیم مانند یه زرگر ناخالصی طلا رو زودی با آتش معلوم میکنه، خداوندم خالصی قلب ما رو فوراً متوجه میشه، کارش اینه. و به عزت هشم که بتونیم با قلبی پاک و احساسی کادوش نسبت به همه و خداوند روز هفته و ماهمون رو شروع کنیم. برای هشم لعلم آمین و آمین.